سلام و با مهر به همه عزیزانی که خاک ایران زمین خاک ارزشمندی براشون هست، برای همه اونا که این خاک رو محترم دارن، این خاک رو بسیار پرمایه میدونن و برای حفظ این خاک از هر چه که در توان دارن دریغی ندارن. بسیاری از افراد هستن که برای شناختن تمدن‌هایی که در زیر این خاک نهفته شده دارن زحمت میکشن، دارن این تمدن‌ها رو بالا میارن ذره ذره با برس و با وسایل بسیار ظریف که مبادا خدشه‌ای، مبادا سر سوزنی به آنچه که از گذشتگانمون برای ما به یادگار میده لطمه وارد بشه. و به گواه تاریخ، کرمان یکی از پایگاه‌های تمدن شهرنشینی در ایران هستش. در برنامه گذشته ما در مورد دشت لوت صحبت کردیم، کرمان و بخش‌های جنوبی کرمان و تنوع آب و هوایی که در این بخش وجود داره صحبت زیادی رو داشتیم در دو تا برنامه. و باز در این برنامه از جناب نادر علیدادی سلیمانی که پژوهشگر و باستانشناس هستند خواهش کردیم که منطقه به منطقه، شهر به شهر کرمان رو بگردیم، بچرخیم و دست ما رو هم در این چرخش ها و گردش ها بگیرن، با خودشون ببرن تا ببینیم که از زیر خاک برای ما چه برمغان بودن. جناب علیدادی سلیمانی، درود بر شما و باز هم سپاسگزار از پذیرفتن دعوت من. و امروز در مورد چه صحبت خواهید کرد؟ با درود بر شما، با نام و یاد خدا و ابراز خرسندی از اینکه در خدمت شما و دوستداران ایران و ایران زمین هستیم. در نشست قبلی ما در مورد پیشینه باستانشناسی کرمان به خصوص جنوب کرمان پرداختیم در دوره نوسنگی، و در ادامه صحبت قبل من تصمیم دارم به یک دوره گذر پایین سنگی و بعد از اون به عصر مفرق جنوب کرمان بپردازم، به خصوص حوضه جیروف، چرا که همونجور که شما هم اشاره فرمودید کرمان دارای غنای بسیار ارزشمندی در زمینه باستانشناسی و تاریخ هست و جا دارد که ما به این پیشینه غنی و ارزشمند بیشتر بپردازیم. بنابراین ما در ادامه صحبتمون به دوره مس و سنگ جنوب کرمان خواهیم رفت و شرح کاوش‌های باستانشناسی و نتایج حاصله. خیلی ممنونم از توضیحی که دادید که این بار چه خواهیم گفت و چه خواهیم کرد. متاسفانه من ظاهرا اونطور که باید عکس‌ها و ردیفی که شما می‌خواستید نشده، ولی به هر حال فکر می‌کنم اشکال نداشته باشه و شما حیفه که در بعضی از اونها رو ما نتونیم در موردش صحبت نکنیم، چون واقعا فرزن این عکس گویای این هست که خطی بوده در زمان گذشته و این خط شاید شناخته شده باشه، شاید نه، هنوز شناخته نشده باشه و هنوز ما ندونیم چه منظوری داشتن از این شکل خطی که گذاشتن برای ما. اما قطعا شما به برخی از اونها آگاه هستید، برامون در موردش توضیح بفرمایید. گرچه همونجور که شما هم اشاره فرمودید در واقع روال عکس ها به هم ریخته، پشت سر هم نیست، من بنا داشتم خیلی گذرا دوره مس و سنگ رو بگم، اما اشکال نداره. این تصویر که شما در واقع ملاحظه می‌فرمایید تصویری از کاوش‌های باستانشناسی تپه کنارسندل هست در دشت جیروف، در بخش میانی دشت جیروف، تپه‌ای به ارتفاع حدود 19 متر که همه این تپه با این ارتفاع
سراسر لایه‌های فرهنگی تمدنی است که با کلنگ و ابزار دقیق و چشم تیزبین باستانشناسان کاویده شده، لایه لایه فرهنگی اون در واقع دسترسی حاصل شده و در نتیجه ما را هرچی بیشتر و بیشتر با گذشته غنی این تمدن آشنا کرده. تپه کنار صندل هست، نمایی از سمت غرب تپه. تپه‌ای که عرض کردم این ارتفاع وجود داره در واقع یک دژ حکومتی هست. میدونید در دوره عصر مفرغ، در آغاز عصر مفرغ، آغاز شهرنشینی است در ایران و بسیاری از کشورهای صاحب فرهنگ شهرنشینی در دنیا. بنابراین جنوب کرمان و به خصوص دشت جیرفت صاحب یکی از تمدن‌هایی است که میشه گفت پای ریزی یکی از نخستین نقاطی بوده که پای ریزی شهرنشینی صورت گرفته. برای نخستین بار اونجا ما آثار و شواهد شهرنشینی رو داریم و این بخش مرکزی دشت جیرفت با مرکزیت کنار صندلی که از اون هاست. لوح‌هایی که شما ملاحظه می‌فرمایید لوح‌هایی هستند که در نتیجه کاوش علمی باستانشناسی در دل همین تپه به دست اومده. من موقعیتشون رو مشخص کردم که در کجا، به خصوص یکی از این لوح‌ها در همون دژ حکومتی به دست اومده و سه تا لوح دیگه در به فاصله حدود 500 متری دامنه. بنابراین نشون میده که نه فقط این تپه بلکه تا شعاع بسیار وسیعی، همونطور که بررسی‌های باستانشناسی ما هم میگه، تا شعاع بسیار وسیع دامنه گسترش این شهر بوده و لوح‌های به دست اومده در واقع قدیمترین و اولین آثار و نگارش خط هست. هرچند هنوز این خطوط رمزگشایی نشده ولی میشه گفت جیرفت و کرمان یکی از کهن‌ترین مراکزی هست که در واقع ما به خط دسترسی پیدا کردیم. انسان‌ها این دوره در هزاره سوم پیش از میلاد، در نیمی دوم هزاره سوم پیش از میلاد صاحب خط و نگارش بودند و با فرهنگ‌های همجوار خودشون در نقاط دور و نزدیک در ارتباط و مراوده. و من در این مورد چند تا سوال برام پیش اومد. یکی این که آیا برای این رمزگشایی گروهی مشغول فعالیت هستن، دارن روش کار میکنن؟ و بعد سوال بعدی هستش که چطور به درون این تپه ها میرید؟ آیا به شکلی تونلی میزنید و این باعث نمیشه که بخشی از آثار و تمدن از بین بره؟ این برای من جای سوال هست که چطور به درون این تپه ها میرید و کاوش ها رو از اون درون بیرون میکشید؟ در مورد سوال اول شما اصلاً خدمتتون، بله، در واقع گروه ها خط‌شناسان نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا در واقع به این کتیبه ها دسترسی دارن و در اختیارشون قرار داده شده برای رمزگشایی و خوشبختانه در واقع تا به اینجا هم نتایج خوبی حاصل شده، ولی نه اینکه هنوز ما به طور کامل در واقع معنای این خطوط را بدونیم. ولی در مورد سوال دوم شما، کاوش علمی باستانشناسی وقتی که میگیم یعنی کاوش لایه به لایه خاک ایجاب میکنه، به خصوص در کاوش های پیش از تاریخ ایجاب میکنه شما اونقدر با دقت و ظرافت کار بکنید تا دانه نیم سوخته یک گندم و یا ارزن رو پیدا کنید. بله. خیلی اهمیت داره. بله، دفعه قبل یادم هست که گفتید دانه سسمی خشخاش یا دانه کنجد رو پیدا کردید. دانه نیم سوخته کنجد رو پیدا کردید. بله. بنابراین دقت لازم میطلبه، ابزار بسیار ظریف. شما ببینید در باستانشناسی از برس نقاشی استفاده میکنن، از ابزار دندان پزشکی استفاده میکنن، هر ابزاری که بسیار با دقت و ظرافت به کارشون میاد و به کار میگیرن تا همه شواهد، پیشینه همه علوم و صنایع را در واقع میشه در باستانشناسی پیدا کرد. بسیار خوب، و میریم سراغ اولین تصویرتون که قرار بود از شروع بشه ولی خب این اختلال پیش اومده. بله، قطعات سفال هست. من میدونم که برای بسیاری از عزیزان ممکنه که خیلی جذاب نباشه ولی
من عرض کردم در واقع همه گفته های من از اونجا که مستند هست بر پایه پژوهش های باستانشناسی، من خیلی دوست داشتم که در واقع عزیزان را با این شواهد، این اسناد، این مدارک آشنا کنم. و همونجور که ملاحظه می فرمایید قطعات سفالی هست مربوط به دوره مس و سنگ ما، بعد از اون دوره نوسنگی که در جلسه نخست اشاره کردم، سفال های پوک، سبک و ابتدایی و اولیه هست با نقوش محدودی که ملاحظه می فرمایید. البته فراموش نکنیم در دوره نوسنگی که قبلا به اون اشاره کردیم سفال های بسیار زیبایی ما دیدیم، ولی در دوره بعد در کنار سفال های ظریف شما سفال های خشن برای استفاده روزمره هم می بینید. و من در مورد تصویر قبلی هنوز یک سوال دیگه برام باقی مونده که جنس این لوحا و کتیبه ها از چه هست؟ رنگش متفاوته؟ من سه تا رنگ متفاوت رو اینجا میبینم، ولی به همین جهت برام موضوع بود که جنس این کتیبه ها و لوحا از چه درست شد؟ آیا همون سفال هست یا اینکه سنگ یا چیز خاص دیگری؟ سوال بسیار خوبی است. عرض کنم خدمت شما همجور که در واقع این گل رس ماده اولیه ظروف سفالی بوده، اینجا هم شما میبینید که همون گل رس در واقع ورز داده شده، یک قالب گرفته، قالب مستطیل شکل، و در واقع اون لوح آجوری ما میگیم، به این دلیل که وقتی که گل رس ورز داده شده به کوره رفته و برای ماندگاریش در واقع همراه سفال ها به کوره رفته و پخته شده، بنابراین یک لوح آجوری است در حال حاضر. تفاوت رنگش به چه دلیل هست؟ مربوط به رنگ خاک منطقه است. یه جای خاک نخودی رنگه، یه جای خاک آجوری رنگه، فقط و فقط، یا شاید میتونه مال دمای کوره هم باشه، بنابراین خیلی چیز اهمیتی نداره. بازم قطعات سفال مربوط به دوره مس و سنگ ما، عرض کردم سفال های مورد استفاده روزمره که ما در بررسی های سطحی باستانشناسی در تپه ها و محوطه ها پیدا کردیم. موقعیت در واقع یکی از محوطه های دوره مس و سنگ ما هست در همون بخش میانی دشت جیروف در محوطه به نام متوتابا که ما اونجا به کاوش پرداختیم و نتایج ارزنده از این دوره حاصل شده. این یکی از تدفین های البته عصر مفرق هست که در همون لایه های همزمان با دوره مس و سنگ پیدا شده. شاید عزیزان بتونن اینجا در واقع تدفین انسانی را ببینن که حالت جنینی در واقع دفن شده و اشیاء سفالینی که بله در کنار اون در بالای سر، پایین پا یا جلوی بدن قرار داده شده. بله این عکس چقدر مویاست و چقدر به درستی نشون میده که اعتقادات و باورهای مردم گذشته به چه صورت بوده، انسانهای اولیه چه اعتقاداتی داشتن. من اینجا باز اشیایی که ملاحظه می فرمایید اشیا بسیار زیبایی از همون دوره مس و سنگ هست، جامهای کشیده، البته هنوز این جامها میشه گفت دستساز هست، چرخ سفالگری شاید اگه باشه هم در واقع چرخ ابتدایی و اولیه هست، ولی سفالهای زیبا و چند رنگی تولید شده، لیوانهایی میشه گفت لیوانهای سفالی با بدنه کشیده. و بعضی چقدر سالم مونده، این هیچ گونه و این یکی، این اونهایی که سالم مونده از درجه کلوفتی خاصی برخوردار بودن یا اینکه جاشون امن‌تر بوده؟ میشه گفت که حالا در حال اینا نوع سفال ظریف هستن، منتها همون که شما فرمودید بله چون بستر رودخونه بوده آسیب دیده، بعض از این قطعات ما پیدا نکردیم که در کارگاه‌های مرمت میشه بازسازی کرد، ولی به رنگ که شما اشاره فرمودید رنگ‌های گیاهی هست که به خوبی بعد از چند هزاره برای ما باقی مونده. من تصویر تعمدن گذاشتم، گونه ای از سفال هست، سفالی که همزمان با آغاز نگارش بشر هست، آغاز اولین نوشته ها، اولین خطوط، و سفالی هست به نام سفال لبه واریخته که دامنه گسترش این سفال هم بسیار زیباست، به این دلیل که برای نخستین بار در دوره اوروک در بین نهرین در جنوب عراق امروزی در واقع تولید شد و میبینیم که امروزه ما تا مرزهای شرقی ایران تا پاکستان هم میبینیم.
ولی من اینجا هیچ نوشته ای رو روی این سفال ها نمی بینم. آیا دیده نمیشه؟ به چه صورت هست؟ خیر، من عرض کردم که این سفال همزمان با آغاز نگارشه. بله. و نه اینکه این سفال ها نوشته داشته باشه. بله. من به بزرگترین مرکز شهرنشینی همون دشت جیروف یعنی کنار سندل در این تصویر اشاره کردم که شما میبینید یه تپه شمالی هست، یه تپه جنوبی. در واقع در عصر مفرغ همه این یک شهر بوده با یک گستری بسیار وسیع و گورستان را شما ملاحظه می‌فرمایید که در بخش شرقی گوشه بالا سمت راست دیده میشه. بنابراین در عصر مفرغ می‌بینیم که گورستان‌ها خارج از شهرها شکل گرفته. جالب این که شهرک‌های صنعتی همینطور در گوشه یا خارج از شهر دیده میشه و همون چیزی که امروز هم می‌بینیم این یک پیشینه حداقل 4700 ساله 5000 ساله داره. و این نشون میده که پیشینیان ما به محیط زیستشون چقدر اهمیت میدادن. جایی که زندگی میکردن میدونستن که نباید حالت صنعتی پیدا کنه و همینطور گورستان باید دور از شهر باشه و این هوشمندی ایرانیان باستان رو میرسونه. نمایی از تپه همون کنار سندل هست که عرض کردم اشاره شد پیش از این. بعد شما لایه های مختلف هم اینه که روی هم شکل گرفته. قدیمترین لایه ها اون گوشه پایین تصویر سمت چپ دیده میشه و در بالای تصویر شما توده فراوانی از خشت رو میبینید که یک دژ حکومتی است. دژ حکومتی در همون هزاره سوم پیش از میلاد که عرض کردم در واقع در آغاز شهرنشینی جوامع پراکنده روستانشین در بخش های مختلف به بخش های مرکزی شهرهایی که شکل گرفته بود روی آوردن و میبینید که صنایع مختلف شکل میگیره. صنایع سفالگری، فلزگری یا سنگتراشی و در کنار اون تجارت کالاها شکل میگیره. همینطور در کنار اون کشاورزی اگه منطقه این استعداد رو داشته باشه که جیروف یکی از مناطقی هست که به لحاظ کشاورزی هم بسیار حاصلخیز هست و میبینیم که در هزاره سوم پیش از میلاد در کنار کشاورزی ما صنایع در واقع سفالگری، فلزکاری و صنعت تراش سنگ را هم داریم. و از این صنایعی که فرمودید چیز خاصی به دست اومده بلخص فلزش؟ آره، خوشبختانه کاوش‌های همین کنار سندل ما کوره های ذوب مصر رو به دست آوردیم و در کنار اون تراش های سنگ رو به دست آوردیم. سنگ هایی که در واقع در کارگاه تولید ظروف سنگ کلورید هنگام ساخت و پرداخت حالا یا شکسته آسیب دیده یا اون تراشه هایی که کناره ریخته. بنابراین ما حداقل دو تا از شواهد محکم این صنعت رو داریم. و این نشون میده فرمودید مس، و این نشون میده که الان هم مس سرچشمه در استان کرمان هست دیگه. از دیرباز مس در این بخشی از سرزمینمون یافت شده بودش. همینطوره که اشاره فرمودید کرمان در واقع یکی از ذخایر بسیار فراوان مس هست و خوشبختانه ما رد پای این مس را، پیشینه مس را، صنعت فلزکاری را در هزاره چهارم پیش از میلاد پیدا کردیم، یعنی قریب 6000 سال پیش. این تصویر که ملاحظه می فرمایید همونجور که عرض کردم بنای یادمانی اون دژ حکومتی هست در بخش مرکزی تپه کنار سندل که توده های فراوانی از خشت روی لایه های زیرین قرار گرفته. و فرزان در کنار سندل شما چه مدت مشغول کاوش بودی و فکر میکنید هنوز چیزی باقی مونده که نتونستید پیدا کنید، بهش دسترسی پیدا نکردید؟ ما تقریبا میتونم بگم که 6 سال متوالی هر سال به مدت 2 ماه در کنار سندل به کاوش پرداختیم. ولی باور بفرمایید شناخت ما از کنار سندل همونقدر هست که یک مداد اتود میتونه بر روی یک صفحه کاغذ آچار اثر بذاره. واقعا در واقع وقت میخواست چند نسل که بتونن به اون چی که در این دنیای گم شده در دوره شهرنشینی در واقع شکل گرفته پی ببره. و الان از کنار سندل با توجه به اینکه خب
به شکلی مداوم در حال کاوش نیستی، آیا به شکل درستی ازش محافظت میشه؟ خب حفاظت میشه، در واقع همکاران ما بخش حفاظت این وظیفه رو دارن که حفاظت کنن، ولی به عقیده من اگه بخواد که در واقع یک محوطه هم حفاظت بشه هم به نحو مطلوبی مورد پژوهش قرار بگیره، این پژوهش های باستانشناسی مداوم هست که در حال حاضر در واقع یک وقفه ایجاد شده و همینطور تبدیل این سایت ارزشمند به یک سایت گردشگری که نه فقط در ایران بلکه شهرت جهانی داره پرسنده. در این تصویر شما کاوش در محوطه را میبینید که بقایای معماری که چه بسا ممکنه یک رجخش باشه به ارتفاع 10 سانتی متر در آخرین لایه ها روی خاک بکر به دست اومده و نشون میده که ساختمونا راست گوشه هست. بله، مساله بله. از جنس خاک خشت و خاک رست. این تصویر عزیزان ما تصویر قبل را در واقع بقایای اثر مه بود و این تصویر که شما بلحظه می فهمید در واقع مهرهایی است که در کاوش های باستانشناسی کنرسندل به دست اومده، مهرهای از جنس سنگ مرمر یا مفرخ و بله و صدای شما رو همین مهر بله بفرمایید، صدای شما رو چند لحظه نداشتم. بله خواهش میکنم. این مهرها نشانه در واقع اولین نتیجه که میشه گرفت نشانه تجارت و بازرگانی است از محوطه جیروف با مناطق همجوار که میتونه یکی از اونها بین النهرین باشه. بله و جالب اینجاست که روی نقش تمام اکثر مهرها اونطور که من میبینم یه نمایی از طبیعت هست. بله. بله بله میتونه باشه یا نقوش حیوانی یا طبیعت. نقوش حیوانی به هر حال از طبیعت منشأ گرفته. این تصویر اهمیت داره به این دلیل که من در اسلاید های بعد بنا دارم به ظروف سنگ کلوریت جیروف بپردازم که با زیبایی ساخته پرداخته و در واقع مرصع کاری شده و این تصویر در واقع معادنی از همون سنگ کلوریت هست که خیلی اهمیت داره. ما در کوههای پیرامون جیروف مورد شناسایی قرار دادیم و شما در تصویر سمت چپ در واقع اثر جداسازی سنگ رو از کوه میبینید که توده های سنگ را جدا کردن، معدنکاران به کارگاه های صنایع در واقع تولید ظروف سنگی در شهرها آوردن و زیباترین دست ساخته های بشری را تولید کردن. این در انتهای کار یه سازه خاصی هست که آبی هست، این چی هست اونجا؟ اون اشل ماست، خیلی اهمیت نداره. اشلی است که در واقع نشون میده برای در تصویر که اون ابزاری که در کوه باقی مونده چقدر میتونه بله ارتفاع داشته. و همونجور که وعده داده بودم این ظروف سنگ کلوریت یا کلورایت هست در که در واقع این سنگ از همون کوه ها جدا شده توسط معدنکاران به مراکز صنعتی شهرها اومده و هنرمندانی به زیبایی تمام در واقع این اشیا رو ساخته و پرداخته کردن. شما جام‌های پایدار رو ملاحظه می‌فرمایید. اولا به لحاظ زیباشناسی من فکر می‌کنم که خود این جام اگه ساده هم می‌بود بسیار از تناسب بسیار زیبایی داره. بعد از اون میاد نقش اندازی میشه. نقش بز و کوهی رو شما می‌بینید با گیاهانی در حال در واقع در مغزار و در بالا گوشه سمت راست شما انسانی را میبینید با بدن عضلانی که دو پلنگ را از دم آویزون کرده. در واقع اولین نتیجه که میشه گرفت تسلط انسان بر حیوانات هست و در پایین مارهای به هم تنیده را روی یک ظرف استوانه ای میبینید یا نقش دو تا انسان عقرب را در اون ظرف در واقع ظرف که نه اون شیء کیفیشه که در بالای تصویر ملاحظه می‌فرمایید. بعد از اون شما می‌بینید که این ظروف با سنگ‌های رنگی یا صدف
در واقع مرصع و یا سنگ نشانی شده به زیبایی تمام. من از این تصویر در سمت راست یک نتیجه گیری دیگه هم میخوام داشته باشم و اینکه پلنگ دیده شده اونجا و نشون میده یکی از زیستگاه های پلنگ بوده و که الان اثری ازش نیست. همینطوره، ما عقیده داریم در واقع همه نقوش حیوانی که روی این ظروف شما در اسلاید های بعد هم خواهید دید به تصویر کشیده شده، انسان ها پیرامون خودشون این حیوانات رو دیدن که به تصویر کشیدن، زیبایی بدن یوز را دیدن، پرواز عقاب را دیدن، حرکت مار را دیدن، زیبایی بدن بز کوهی را دیدن که به تصویر کشیدن و این نقوش نمیتونه حاصل در واقع تخیلات انسان باشه. تخیلات باشه، بله، همینطوره. باز سه تا از زیباترین اشیا را شما ملاحظه میفرمایید. گاو همیشه سهم بزرگی داره در زندگی انسان دو پیش از تاریخ، به خصوص عصر مفرق، و اون در واقع منفعتی که این حیوان داره در زندگی بشر، هم به لحاظ در واقع استفاده از اون در امر کشاورزی برای شخم زمین که بیشترین استفاده را میبره، بعد از اون گوشت، شیر یا پوست این حیوان هست و همین بس که این حیوان سهم بسیار بزرگی در زندگی انسان پیش از تاریخ داره. اون بالای تصویر شما یک سینی مدور را ملاحظه می‌فرمایید. در واقع این سینی با سر برجسته مار و دو تا عقرب در طرفین اون دیده میشه. یکی از شاهکارهای هنری عصر مفرق جیروف هست. این سینی میتونم بگم یک میز آرایش هست که میتونه توی قبور یکی از زنان این دوره به دست اومده باشه و همراه اون دفن شده باشه. در واقع یکی از زیباترین آثار جیروف این سینیه که ما از اون به نام میز آرایش یاد میکنیم. و همینطور اون نشه کیفیشه که در پایین تصویر ملاحظه میفرمایید و با نقش درختان نخل زینت در واقع تزیین شده و میبینیم که از همین هزاره سوم پیش از میلاد ما درخت نخل را حداقل میدونیم که کشت میشده در منطقه جیروف تا به امروز، که در واقع باغهای بزرگ نخیلات را شما در جیروف میبینید یک پیشینه حدود 4500-4800 سال داره. در این تصویر قبلی هم چنین چیزی تقریبا بود و من میخوام بدونم که این توپره یا توخالی هست؟ توپره. توپر هست. مصرف خاصی احیانا نمیدونیم. واقعیت نه، گفته شده که اینا میتونه فرمانهای حکومتی باشه که در واقع به فرمانداران مناطق داده میشه. این فقط یک نظریه است، ولی ما از اونجا که دقیق کارکرد دقیق این شی را نمیدونیم، از اون به نام شی کیفیشک یاد میکنیم، ولی در واقع نقوش اون مورد مطالعه قرار میگیره و یا مقایسه با اون چی که در مناطق دیگه به دست اومده. من اینجا این تصویر گوزنی که اینجا کنده شده، چشمش رو میبینم که انگار از یک سنگ دیگری در این کار گذاشته شده، درسته یا من اینطوری حس میکنم؟ تشخیصم همینطوره. ما بعضا میبینیم که چشم گاو یا بدن خالخالی پلنگ با سنگهای زینتی قرمز یا سفید در واقع سنگ نشانی شده، مرصع کاری شده که زیبایی این شی را دوچندان میکنه و مهارت صنعتگر رو نشون میده که در 6-7 هزار ساله بطور با ابزار خیلی ساده تونسته چنین کار بزرگی رو انجام بده. من دوست دارم سرکار خانم بنی هاشمی همینجا اشاره کنم، باستانشناسی میتونه پیشینه بسیاری از علوم رو در واقع معرفی کنه. شما میبینید که من اونجا اشاره کردم نخل از حدود 4500-4800 سال پیش، این پیشینه کشاورزیش ما داریم، پیشینه صنعت مس اشاره کردم، عرض کنم خدمت شما حالا سفالگری، یا شما میشنوید که مثلا در کاوش‌های باستانشناسی ابزار یا اشیایی به دست اومده که پیشینه بسیاری از حرف و مشاغل و صنایع میتونه باشه. بله، این تصویر رو توضیح خاصی در موردش دارید؟ باز همون ظروف سنگ نشانی هستن، بالا کوزه‌ای که واقعا شاهکاره، در واقع تولید یک کوزه‌ای که یه تیکه هست، باز تو اینا با هنرمندی داخل در واقع سنگ را
خالی کردن تا یک ظرفی با دهانه بسته یا اون چی که ما از اون به نام کوزه یاد میکنیم تولید کردن. باز شما در بدنه این کوزه مارهای به هم تنیده رو میبینید که بدنه مارها با سنگها یا صدف در واقع سنگ نشانی شده. این طرف انسان عقربی رو ملاحظه میفرمایید در سمت چپ تصویر که باز یکی از شاهکارهای هنری و صنعتی جیروف هست. در پایین یک میز بسیار کوچیکی رو ملاحظه میفرمایید. خیلی جالبه من به این اشاره کنم، ما در جیروف یک میزی با این ابعاد داریم که به نظر میرسه این پیشینه یک نوع بازی هست، یک مهره داخل این در واقع خونه ها حرکت میکرده و نمونه این کاملا مشابه این منتها از جنس چوب در کاوش های عصر مفرق شهر سوخته به دست اومده. میدونید که همزمان با همین کلار سندر هست، منتها اونجا از جنس چوب هست و اینجا از جنس سنگ کلوریت و سنگ نیمه گرانبها. شگفت‌انگیزه، واقعا شگفت‌انگیزه. بله، باز هم شما اشیاء را از جنس سنگ کلوریت میبینید. من طرح استوانه ای اون ظرف رو اون پایین گذاشتم. این تصویر به ما میگه که اینجا هنرمند یک بنای دو طبقه یا یک قلعه یا همون ارگ حکومتی که من پیش از این بهش اشاره کردم را حتما دیده که به تصویر کشیده. یه بنایی که در دو طبقه بنا شده، پنجره ها داره، ورودی های دیده میشه و همینطور حصار پیرامید. باز هم تندیس انسانی را میبینید، البته از جنس سفال هست. مهرها از جنس سنگ لاجورد و انسان عقرب یا عقابی که شما میبینید از جنس سنگ کلوریت. عقاب جیروف، در واقع ما دو تا از این تندیس ها داریم، یکی از شاهکارهای هنری عصر مفرق جیروف هست و این یکی از اون عقاب هاست با بالهای گوشیده از جنس سنگ کلوریت که در واقع تدفین های عصر مفرق جیروف به دست اومده. الان هم جیروف، منطقه جیروف از عقاب داره؟ بله، هم عقاب را میبینیم هم مارهایی که به تصویر کشیده شده. بله، ولی بسیار از حیواناتی که متاسفانه اینجا تصاویرش رو میبینیم دیگه امروز نمیبینیم. درسته، بله. تصویری که از اون تدفین هاست که ما با دقت و ظرافت کاوش کردیم و اشیا به دست اومده که شما ملاحظه میفرمایید از جنس سفال و یا اون بالا از جنس سنگ مرمر. بله، این مثل اینکه متوفاست و بله. علاقاتش سفال از جنس سفال خاکستری هست، باز هم همین عصر مفرق در تدفین های این منطقه دیده میشه. سفال های نخودی یا آجوری رنگ با نقش بز کوهی میبینید که یکم غلوف کردن در ترسیم شاخ این حیوان، ولی باز به زیبایی ترسیم شده. مثلا این ظرف سمت چپ شما میبینید که به صورت پیاپی بز کوهی را به زیبایی روی بدنی ظرف در چند ردیف ترسیم کرده. یک نیمتنه انسانی هست از جنس گل که در همون دژ کنارسندل که عرض کردم به دست اومد. در نتیجه کاوش یک انسانی را نشون میده در واقع با بدن عضلانی، متاسفانه بخش بالایی این از بین رفته، اون تا بخشی از بدن که باقی هست شما دست ها را گره کرده میبینید مقابل هم روی اون تسمه کمر و دامنی که رنگ آمیزی شده با رنگ های طبیعی سیاه و یا قرمز و بدن نیمتنه بالایی که زرد رنگ هست. و این تصویر، این نیمتنه در دل یک معبد، ما میتونیم باز از یک فضای یاد کنیم که میتونه یک بنای مذهبی باشه، بنای آیینی باشه یا معبد و یکی از در نوع خود یکی از بزرگترین و شاهکارهای عصر مفرق جیروف. با توجه به معیار و مقیاسی که اینجا گذاشتید و طول بدن این فرد، فکر میکنید این چه طولی داشته، ارتفاعش چقدر بوده؟ در حال حاضر که حداقل 120 سانت در واقع موجود هست، میتونه بله حداقل 80 سانت دیگه حداقل داشته باشه. میتونه این تصویر
ممکنه که برای عزیزان خیلی جالب نباشه، منتها نتیجه بررسی های باستانشناسی ما در مناطق کوهستانی هست، همونجور که پیش از این هم شما هم بنده اشاره کردن به اینکه کرمان یک منطقه است دارای ذخایر فراوانی از سنگ مس و ما سرباره هایی را در واقع پیدا کردیم، رگه های سنگ مس و همینطور سرباره هایی در تصویر بالا که نشون میده همونجا سنگ مس استحصال شده و در قالب مس، در قالب شمش های مسی وارد کارگاه های صنعتی شهرها شده. و این اشیایی که ملاحظه می‌فرمایید به این زیبایی حاصل همین کارگاه های صنعتی یا فلزکاری شهرهاست. در اصل مفرق یک تندیس انسانی، مهرهای مفرقی و دو ظرف که به صورت برجسته از کف ظرف شما نقش یک پرنده و یا شیر رو می‌بینید. واقعا شاهکارهای هنری هنر فلزکاری در اصل مفرق جیرفت هست. نسبتا سالم مونده بعد از 6000 خورده سال، نسبتا سالم مونده. بله، فقط اون یکی که جای مرطوب بوده آسیب دیده، یکی بهتر باقی مونده. این تصویر یکی از گورستان های همون اصل مفرق جیرفت هست، گوردخمه ها که همونجور که شما ملاحظه می فرمایید حداقل 5 یا 6 تدفین ما در این کاوش اینجا به دست آوردیم. و نمایی از درون همین گوردخمه ها هست، در واقع اینا از جنس این لایه های خاک با خبر بودن، اینکه ریزش نمی کنه. بعد با چند متر پایین تر می بینیم که تعدادی قبور دیده میشه که به نظر می شه این قبور جنبه متعلق به قشر بالای جامعه بوده و متعلق به افراد عامی نبوده. در کاوش باستانشناسی هم ما اشیاء به دست آوردیم که در واقع از شأن و منزلت صاحبان این قبور حکایت داره. و همونجور که عرض کردم مهرهای از جنس سنگ عقیق، سنگ لاجورد و یا طلا که درون یکی از همین تدفین ها به دست اومد. این سنگ لاجورده درسته؟ بله. منابع این سنگ لاجورد تا به امروز هنوز ناحیه بدخشان در شمال افغانستان هست. که از هزاره سوم میشه گفت که این سنگ وارد شهر سوخته میشده، بعد از اون از شهر سوخته وارد جیرفت و مناطق دوردست چون بین النهرین هم میتونه رفته باشه. و این چه جور جنس سنگیه؟ مثل مرجان میمونه ولی جنس خاص؟ اون که شما در واقع دارید نشون میدید سنگ عقیق هست. عقیق هست و صورتیه، چون عقیق معمولا نه قرم قرمزه. اینجا نور که افتاده شما خیلی اینه سفید رنگ میبینید. بله. عقیق قرمز هست. عقیق قرمز هست. بله. و باز نمایی از نحوه در واقع قرار گرفتن اشیا درون گور که حالا بعضی از اینا به هم ریخته، آسیب دیده، ولی میشه گفت گورهای بسیار غنی بود. بله. و ظاهرن تموم شد. آخرین تصویر ما بود. بله، به نظر میرسه که آخرین تصویر بودش و تموم شد. من تلاش کردم که در واقع با این عکس ها عزیزان را با در واقع گوشه ای از فرهنگ اصل مفرق جیرفت و جنوب کرمان آشنا کنم. امیدوارم که تونسته باشم، چرا که اصل مفرق در جنوب کرمان در حوزه فرهنگی حلیل رود همونجور که پیش از این هم اشاره کردم یکی از دوره های طلایی منطقه هست، بسیار غنی است. نه فقط تپه کنار سندل، بلکه ما صدها تپه میشناسیم که همین تپه ها میتونه بقایای آبادی ها و یا شهرک هایی باشه مربوط به اصل مفرق که با هم در ارتباط و مراوده بودن. بله، شما به زیبایی مجموعه از سنگ و مس و مفرق رو در برای ما تهیه کرده بودید، آماده کرده بودید و ما به نمایش گذاشتیم اینجا و شما هم توضیحات کافی و کامل رو روش دادید، چرا که خود شما جزء افرادی بودی که این کشفیات رو انجام دادید و به همین جهت این برنامه میتونه از غنای علمی خاصی هم برخوردار باشه. امیدوارم تونسته باشم همونجور که عرض کردم گوشه ای از این فرهنگ ها، این تمدن ها را به دوستداران معرفی کنم. باز هم سپاسگزارم جناب علی دادی
علیدادی سلیمانی که به این زیبایی آنچه را که تونستید، آنچه را که میشد برای ما به نمایش بذارید گذاشتید. شاید که خیلی ها شانس این رو نداشته باشن که بدونن چه خبر هست اونجا و چه گذشته و چه چیزهایی کشف شده، چه یافته هایی بوده. اما با این برنامه‌ای که درست شده و من از دعوتی که از شما کردم و شما دعوت من رو پذیرفتید، بسیاری از انسان ها متوجه میشن که حلیل رود یا کنار صندل اینا کجا واقع شدن و چه ارزش تاریخی دارن، چه ارزش تمدنی برای ایران دارن. و واقعا برای خود من جای بسیار خوشبختی و خوشحالی هست که انسان باستانشناسی چون شما رو پیدا کردم تا بتونه این نتیجه کاوشاش رو در اختیار همه بذاره. شما لطف دارید، من هم حقیقتا بسیار خوشحالم اگه تونسته باشم که از این طریق در واقع این حوزه بسیار غنی فرهنگی را به دوستداران معرفی کرده باشم. به امید این هستم که در برنامه دیگر به گوشه دیگر از سرزمین پربهامون سر بزنیم و با بخشی دیگر از تمدن این سرزمین ناشناخته، هنوز ناشناخته، بیشتر آگاه بشیم. بیاری خداوند. سپاسگزارم و روز روزگار بر همه شما عزیزان با خوشی و تندرستی باشیم.